شیرلی نوستروف محتاط است، چون این اولین بار است که و زمان شیوع ویروس کرونا از ایالت خود به بیرون سفر می کند. او نماینده حزب جمهوری خواه در ایالت هوایی است. این ایالت توسط دموکرات ها کنترل می شود و قیود برای کنترل شیوع ویروس کرونا در آنجا شدید است. اقتصاد ما خراب شد، رقم سیاحین به صفر رسید، رستوران ها باز نیستند، مردم میگن این دیدگاه آنها نیست و این وضعیت قابل تحمل نمی باشد. جمهوری خواه بودن در ایالت سنتی اورگان نیز که شهر پورتلند در این ایالت وارد سومین ماه اعتراض ها در مظاهرات زندگی سیاه‌پوستان مهم است می شود، آزمون برانگیز است. وقتی او پیشنهاد کمک ملی یا فدرال را برای پورتلند نمود تا شورش ها را کاهش دهد و غیره و شاروال و والی به او بی‌اعتنایی کردند، این مسئله برای مردم حتی افراد غیر جمهوری خواه خوشایند نبود. هفته گذشته دموکرات ها ادعا کردند که اقدامات ترامپ هر دو شیوع ویروس کرونا و اعتراضات علیه نژاد پرستی را بدتر ساخت. نظرسنجی آمد سرتاسری نشان می دهد که جو بایدن حدود 9 شماره از ترامپ سبقت دارد. اما در بین جمهوری خواهان ترامپ هر روز معروف است و در میان امریکایی ها محبوبیت او در 42% قرار دارد که 1% از سال گذشته بیشتر است. مایک کوکلمن می گوید او حرفهای دموکرات ها را در جلسه نامزدی حزب دموکرات گوش داد اما چیز نو نشد. دیدم و اکثر حرفهایی که بایدن گفت حمله بر رئیس جمهور بود. او با ما نگفت که خودش یا ادارش در صورت انتخاب چه کاری خواهد کرد. بایدن سناتور کاملا هریس را به عنوان معاون خود در انتخابات برگزید. او اولین زن سیاه پوست و آسیایی آمریکایی است که در تکت انتخاباتی یک حزب عمده شامل است و او بخش منیس رای دهی در کسب رای زنان دیده می شود. من حامی سیاست هویتی نیستم. واضحاً دختر یک خانواده مهاجر هستم، در اردو خدمت کردم و سیاه‌پوست هستم، اما هیچ کدام آن روی اینکه چرا و با کدام کاندید رای بدهم مهم نیست. دموکرات ها همچنان در نزدیک محله گردهمایی حزب جمهوری خواهان حضور دارند و می کوشند تا اذهان مردم را تغییر دهند، اما تأثیری به نظر میشل هانل ندارد. برای من که این کار را کنم قطعا نمی کنم. من از رئیس جمهور ترامپ حمایت می کنم. من از سال 2016 طرفدار او هستم. باور دارم که شخص درست برای پیشرفت ماست. هیچ امکان ندارد که روی دادن رای به جو بایدن غور کنم. تدابیر امنیتی در اطراف محل تدبیر گردهمایی حزبی جمهوری خواهان اتخاذ شده است. در گردهمایی های روز دوشنبه فقط به حضور 6 نماینده از هر ایالت و منطقه اجازه داده شده است، ولی این در اینجا خاتمه نمی‌یابد. 336 نماینده نیز و روز پنجشنبه به قصر سفید دعوت شدند تا پذیرش نامزدی حزب را توسط رئیس جمهور ترامپ مشاهده کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.